حملات نیروهای هوایی، زمینی و بحری اسرائیل امروز نیز بر بخش‌های مرکزی باریکه غزه ادامه داشت. لوید رسیز اردوی اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که عملیات نظامی کشورش در غزه به زودی پایان نخواهد یافت. همکار میرویس رحمانی قسمی که در ابتدای برنامه عرض کردم در استودیو هست، خبرهای جنگ اسرائیل و حماس را دنبال کرده و اکنون با آن صحبت می‌کنیم. آقای رحمانی، آخرین جزئیات از جنگ اسرائیل و حماس چی است؟ حملات اسرائیل بر باریکه غزه با تمام شدت آن امروز هم ادامه داشت. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است گفت که در اثر یک حمله هوایی نیروهای اسرائیلی در نزدیکی شفاخانه العمل در خان یونس که در جنوب غزه موقع داره حداقل 20 فلسطینی امروز کشته شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که شمار کشته شدگان فلسطینی در اثر حملات اسرائیل به بیش از 21100 نفر رسیده. با وجود افزایش روزافزون تلفات فلسطینی ها و درخواست مکرر جامعه جهانی مبنی بر برقراری آتش بس در غزه، هرزی هلاوی لوید رسیز اردوی اسرائیل گفت که جنگ در غزه ممکن چندین ماه به درازا بکشد و به گفته وی هیچ رای حل جادویی و یا رای حل کوتاه برای پایان دادن این جنگ وجود ندارد. از سوی هم شان کیسی، یک مقام سازمان جهانی صحت در غزه، گفت که تقریبا تمام شفاخانه ها در غزه به دلیل بمباران اسرائیل از فعالیت باز مانده و افزود که در غزه حمام خون جاری است. در یک انکشاف دیگر، جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید با راین درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل در واشنگتن ملاقات کرد و دو طرف روی سرنوشت غزه پس از جنگ و موضوع حکومتداری و امنیت در غزه بحث کردند. در مورد سرنوشت غزه پس از پایان احتمالی جنگ گزارشی داریم که با هم می‌بینیم. با تشدید جنگ بین اسرائیل و حماس در باریکه غزه و ادامه افزایش تلفات این جنگ، تقاضای جامعه جهانی برای برقراری آتش بس نیست با گذشت هر روز بیشتر می شود. آنچه تا هنوز روشن نیست، آینده باریکه غزه و سرنوشت بیش از 2 میلیون جمعیت آن است. اینکه غزه را پس از جنگ کی کنترل خواهد کرد؟ به نظرم هیچ اجماع بین آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی منطقه و جامعه جهانی در مورد آینده غزه پس از جنگ وجود ندارد. تا هنوز معلوم نیست که کی غزه را کنترل خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است که می خواهد تشکیلات خودمختار فلسطین پس از پایان جنگ کنترل غزه را بگیرد. اما بر اساس نظرسنجی ها 80-90% فلسطینی ها مخالف تشکیلات خودمختار و رئیس آن محمود عباس 88 ساله است. بسیاری فلسطینی ها تشکیلات خودمختار فلسطین را که همین اکنون کنترل کرانه غربی را در دست دارد یک نهاد فاسد و غیر مؤثر تلقی می کنند و به نظر آنان این نهاد توانایی اداره کردن غزه را ندارد. با این همه برخی مقام های تشکیلات خودمختار فلسطین در مورد گرفتن کنترل غزه ابراز آمادگی کرده اند. من میگویم که این حق سازمان آزادی بخش فلسطین و حق تشکیلات خودمختار فلسطین است که به باریکه غزه برگردد. آیا من به موزمبیق می روم؟ من به کشور خود و نزد مردم خود می روم. حتی اگر غزه تخریب شده باشد، بازسازی آن مسئولیت من است. اما این کار باید در یک چارچوب سیاسی جامعی و با حمایت منطقه و جهان انجام شود. کارشناسان فلسطینی میگویند که 17 سال پس از برگزاری آخرین انتخابات پارلمانی، فلسطینی ها باید یک رهبری شایسته تر را که توانایی متحد ساختن آنان را داشته باشد، انتخاب کنند. جامعه جهانی در حال جستجوی اداره است که بتواند حکومت داری کند. مثلا خدمات صحی و آموزشی را عرضه کند. اما این کار یک چیز مهم را نادیده می گیرد و آن این که فلسطینی ها رهبران مشروع می خواهند و با آن نیاز دارند. آنها رهبران می خواهند که برای آنها در استیج های دیپلماتیک دادخواهی کند. مصر اخیراً یک طرح صلح 3 مرحله‌ای را پیشنهاد کرد که با رهایی 40 گروگان اسرائیلی و برقراری 2 هفته آتش بس آغاز می شود. مرحله بعدی ایجاد یک حکومت تکنوکرات فلسطینی برای برگزاری انتخابات است و مرحله نهایی برقراری آتش بس دائمی در بدل رهایی تمام گروگان‌های اسرائیلی و آزادی تمام زندانیان فلسطینی و خروج کامل اسرائیل از غزه. در پیشنهاد صلح مصر روی از بین بردن گروه حماس بحث نشده. آنچه برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قابل قبول نخواهد بود.
برخی کارشناسان اسرائیلی میگویند که از بین بردن حماس یک هدف غیر واقعی است. حماس first of all is an idea. حماس نخست از همه یک مفکوره است تا یک سازمان و حماس را نمیتوان نابود کرد. حتی اگر هزاران دهشت افغان حماس و رهبران سیاسی این گروه در جنگ کشته شوند، حماس هنوز هم هزاران حامی در غزه و سایر مناطق چون کرانه غربی خواهد داشت. نتانیاهو تاکید کرده که نه به حماس و نه به تشکیلات خودمختار فلسطین نقشی در آینده غزه خواهد داد. اما او تا هنوز طرح را نیز برای آینده غزه پیشنهاد نکرده و تا هنوز روشن نیست که غزه را کی کنترل و سرانجام بازسازی خواهد کرد.